چطوری بچه ها خوبین؟ امروز اومدم که ریاکت کنم به بعضی از ویدیوهایی که اوایل که توی میوزیکالی و تیک تاک و اینا بودم میگرفتم، به لباسام، به طرز ویدیو گرفتنم، به همه چیم دیگه. اون موقع ایرانم بودم تازه. که با هم ببینیم. فکر کنم علیرضا بس صدا رو قطع کنه، یک مقدار کمی ازش میذاره. فکر کنم خودتون متوجهشین دیگه، مثلا کدومی دور دارم میگیرم. اون موقع خیلی چالش رفتن و اینجور چیزا هنوز مود نشده بود و بیشتر مثلا کلامی بود و همچی داستانه. آها یادتونم نره، حتما کانال منو سابسکرایب کنین، واسم خیلی مهمه. و اینکه کامنت یادتون نره، اسمتون رو واسم بنویسین به انگلیسی و تا جایی که بتونم جوابتونم میدم. بریم داشته باشیم. I promise daddy that I will not have a boyfriend. No, not that. اولین چیزی که راجع به این ویدیو میتونم بگم این که چقدر کوچیکی بودم، موام تا اینجا بود. این همه مامان چقدر پر سر و صدا. آره موهام خیلی کوتاه بود، خیلی کوچیکی بودم و اینکه عینکم هم همیشه اون موقع تو چشمم بود. من الان یه 6 7 ماهی میشه که عینک نمیزنم دیگه. خودم دارم دست خودم کور میکنم. کاری که انجام میتونم بهتون بگم که تازه پیجم از پرایویت در اومده شده بود و پابلیک شده بود. ویدئوهای خیلی قدیمی ترم و توی یک ویدئوی قبلی، یعنی اولین ویدئوی یوتیوبم، برین تو قسمت ویدئوهام و ببین اولین ویدئوم از خیلی قدیمی ترا واسهتون گذاشتم. اینا دیگه مثلا از اون موقعیه که تازه داشتم شروع به که اکاشو دویس نمیگرفتم، دوست نداشتم. اون موقع البته مود بود دویس که میگرفتن، الان دیگه اصلا نیست. Wait a couple months then you gon see you never find nobody better than me. هم مسشو خیلی دوست داشتم، هم استایلمو دوست داشتم، همه چیمو دوست داشتم. بازم نمیدونم چرا همشو 2x میگرفتم، ولی این همشو دوست داشتم. میدونی سرا آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. اینم خیلی آهنگشو خیلی دوست دارم و کلا اون موقع ها خیلی مود بود که مثلا اینجوری بیای با آهنگ حالت داب تور باشه، بیای هن داب تور باشه، هن داب تور باشه، هن داب تور باشه، هن داب تور باشه. منم خیلی این سبکو دوست داشتم و این آهنگایی هم که مثلا باشون میگرفتم آهنگاش هم خیلی دوست داشتم. اینم دوست داشتم. اون موقع خیلی سفیدتر از الان بودم. فکر کنم من اول که اومدم استانبول یه دو سه بار آفتاب گرفته بودم و خیلی پوستم تیره شده بود. چیز شده. یه دونه از ویدیوهام که پوستم تیره بودم واسه علیرضا میفرستم، اینجا ندارم که ببینمش، تو الان اینجا پخشش کن یه قسمت. بعد دیگه پوستم مثلا به سفیدی قبل بر نگشت دیگه، مثلا معمولیه الان. اینم معنی آهنگشو خیلی دوست دارم. یه جوری مثلا به اینکه به خودتون ایمان داشته باشین، ما همه خیلی خوشگلیم فلانی مایی، هم خیلی دوست دارم. و یادم میاد سر این ویدیو من یه هفته قبلش یه کمی داشتم توپلی میشدم، کم داشتم چاق شدم، یه هفته خیلی سخت رژیم گرفته بودم که مثلا هیکلم به حالت عادیش برگشته بود. مثلا همیشه هر چند وقت یه بار خب پیش میاد آدم یه دورانی پرخوری میکنه و یه کمی مثلا توپرتر میشه. من یه هفته هیچی نخورم، یعنی مثلا خیلی کم غذا بخورم و اینا، دوباره مثلا برمیگردم به حالت قبلیم. این چیزیه تو خودم میتونم بگم تنها چیزیه تو خودم که خیلی دوستش دارم، 2 کیلو 3 کیلو وزن بگیرم و تو یه هفته مثلا کم خوردن و نمیدونم حتی یه وعده گاهی در روز من غذا میخورم تو اون یه هفته که دارم میگم، بعد یهو 2-3 کیلو کم میکنم تو یه هفته تو 10 روز. اینو خیلی دوست دارم راجع به خودم، نمیدونم چرا اینجوریه ولی خیلی جذابه این قضیه. You so fucking precious when you smile. اینم دوستش دارم.
مثلا اون موقع ها که ایران بودم، اتاق ایران ها میبینی؟ موقعی که ایران بودم خیلی پنجره اتاق من جایی بود که آفتابگیرش ملس قشنگ. بعد همیشه خیلی خوشحال میشم آفتاب که میشه، سری دوربین میذاشتم میمونم ویدیو میگرفتم. اینجا هم چی خبرایی نیست. خونه من دقیقا پشت به آفتابه، واسه همینه که اصلا هیچ ویدئویی که صورتم آفتاب باشه شما سالهاست که نمیبینین. خیلی هم دوست دارم ها، ولی خب خونم آفتابگیر نیست دیگه، چیکار کنم؟ همین، حرف دیگه ای نیست. Selfies to your crush. Selfies to your BFF. Selfies to your parent. Selfies that no one ever sees. اینم دوستش دارم. چندش؟ به خاطر اینکه حقایقه، دیدین دیگه وقتی میخوایم به کراشتون عکس بدین اینجوری. بعد میخوایم واسه دوست صمیمیتون بگین اینجوری میشین، واسه مامان باباتون که الله اکبر این همه جلال. حالا عکسایی که هیچکی تو گوشیتون نداره و ندیده که من خیلی این چی بود؟ من خیلی از عکسا دارم. خواستم یه چیزی رو بهتون بگم، یه واقعیت راجع به خودم. خب من اون موقع ها که خب تازه تیک تاک و اینا رو شروع کرده بودم، خیلی دلم میخواست که هر روز یه لباس جدید تنم باشه. واسه همین مثلا لباس ها رو تلفیق میکردم با هم دیگه، حتی با شال واسه خودم کراپ تاپ درست میکردم. خب نمیتونستم هر روز برم لباس بخرم، یا خب اونقدر مثلا دستم پول نبود که خب مثلا بتونم هی برم خرید کنم و اینا. پول بده. بعد آره اون موقع هم خیلی روی این قضیه حساس بودم، رکسان تکراری نپوش بالا نپوش. ولی الان مثلا لباس سبزی که ترم میبینین من اینو خیلی دوستش داشتم. کلا نمیتونستم یک بار فکر کنم بپوشم که اون روز 5 6 تا ویدیو واسهتون میام. بعضی از لباسا هستشون خیلی تو چشمن آدم نمیتونه چند بار بپوشه، واقعا نمیتونه. اون موقع این طرز فکر رو داشتم. البته الان با اینکه مثلا خیلی لباس میخرم، مثلا پیش بیاد لباس خیلی میگیرم، ولی دیگه اینجوری نیستم. دیگه مثلا لباسای تکراری خیلی میپوشم. شاید مثلا تو کمدم میتونم بگم از 100% 60%شو پوشتم، 40% حتی شما ندیدین، نه پست گذاشتم نه استوری گذاشتم نه حتی آنباکسی، هیچی یعنی شما ندیدین تا حالا. ولی انقدر که گیر دادم به یه سری از لباسا، مثلا اینو دومین باره که تنم دارم اینو، مثلا گیر دادم به یه سری از لباسا، زمین اونها رو دیگه مثلا نمیپوشمش. و الان تو ذهنم اینه که آدم باید لباسه بهش بیاد، باید حال کنه، باید 10 بار بپوشه، باید 20 بار بپوشه. آخ آدم که یه لباسو نمیگیره که یک بار بپوشه که. اوایل خیلی به چیزا توجه میکردم و بعد فهمیدم یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیمه. همینجوری خودمو داغون میکنم، هم پولامو همینجوری خرج میکنم، هم چه فرق میکنه. همینه، آدم یه لباسو میگیره که زیاد بپوشه، مگه یه لباسو میگیری فقط یک بار بپوشه؟ اصلا چیز شدنی نیست. یعنی اگه شما هم همچین طرز فکری رو دارین، طرز فکرتون بندازین دور، واقعا بندازین دور. این همون ویدئویه که اون موقع با اینکه رو دویست گرفته بودم، ولی واسه هم خیلی سخت بود و خیلی خوشحال بودم که گرفتم. این رقص با انگشتا و اینجوری کردن اینا واقعا سخته. من عاشق هندیام، عاشق کلن رقصشونم، عاشق همه چیشونم، عاشق لباساشونم. الانم هستم ها، ولی خب ببینید یکم این سه کم شد و اینا، چون مثل اون موقع ها حوصله‌شو ندارم یا مثلا لباسشو ندارم. این لباس قرمز رو میبینین اینجا، میدونستون دیگه اندازم نیست. مگه میشه چنین چیزی؟ و تنها لباسی که میتونست هندی باشه همون بود، ندارم. بعد لباس هندی بگیرم اینجا که نیست، شاید هم باشه، من جاشو نمیدونم، ولی اگه بگیرم حتما کلی ویدیو هندی درست کنم، چون واقعا عاشق هندیام. اینا کاری ندارم چون کنار چشمم برنمی داشتم. خب درسته چشمم ضعیفه، الان دارم اشتباه میکنم که چشمم نیست هیچ وقت، الان دارم اشتباه میکنم، با کارم درست. اوکی بگذاریم. حال من خوبه، چرا ناراحتی؟ حال من خوبه، مگه هر چیز خوب داری مال من بوده؟ بهتون بگم که من این ویدئومو خیلی دوست دارم.
خاطر اینکه بعد از مدت ها موهامو چتری زده بودم و از اون روز تا 2 ماه بعد از اینکه اومدم استانبول موهام چیز بود، چتری بود کلا. و اینکه لباس زردمو خیلی دوست داشتم، هنوزم دارمش اینجا، قشنگ ست کردم تنم بود و هنوز دارم، آوردم از ایران اینجا. ویدیو قدیمی هم چرا همه رو دوست داشتم، چرا زیاد ایراد نمیگیرم ازشون؟ من باید ایراد بگیرم آخه. عجیبه، واقعا عجیبه. چقدر لاغر بودم پرام، چرا من اینقدر لاغر بودم؟ سرا میستی شاه وابسته نیستیم. آیا میستی اینجا داشتم فاز برمی داشتم که کم کم با عینک خدافزی کنم. خدا حافظ این شعر شب پای روشن. ولی چشمام آستیگماته، یکیش یکه، یکیش 1.25، نه این یکه، این 1.25. یعنی چشمام اونقدر ضعیف نیست، ولی الان که نمیذارم فکر کنم دیگه خیلی باید ضعیف شده باشه. These are my minions. I don't know their names. I don't want to know their names. They are known as... Chanel number 5. I'm Chanel number 1, obvi. این ویدئومو خیلی دوست داشتم. خیلی هم زحمت کشته بودم. گفتم با شال واسه خودم چیز می درست میکردم، اون قسمتی که مشکیه که تنم هست پولکیه، از این دستمال سرا بود بسته بودم به خودم. قسمت آخرم که اون شلوار زمستونیه که تنمه بالاش دامنه. من یه بار توی ویدیو اونو دامن پوشیده بودم، تو ویدیوی بعدی آورده بودم بالا که مثلا شبیه کراپ تاپ شه. تا این حد درگیر این بودم لباسام جدید باشه، از همه چی استفاده میکردم، خلاق بودم. پول نباشه آدم خلاق میشه. اسمارت. اگه حوصله داشته باشم یه دور دیگه میگیرم و پستش میکنم، ولی حوصله. I will always remember the day you kissed my lips like never been better than the summer of 2002. یعنی چی؟ چرا اینقدر؟ ببین این حرکت و این حرکت جفتشونو من خودم همیشه انجام میدادم و اصلا اینجوری حرکت اینگه خاص من شده، جفتشون خیلی دوست دارم. خب ولی اوایل تو یه دونه ویدیو قشنگ 10 بار اینو میرفتم. خب دیگه جایی شده بود که اصلا دست خودم نبود، میومد اصلا خود به خود میومد. انگاری مثلا قدیما زیادی بود، الان مثلا یه حد نصابی داره، اون موقع خیلی زیادی بود. این بود از این نم از ویدیوها. امیدوارم که دوست داشته باشین، منم کلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. بازم اگه دوست داشتین یه جورایی پارت 2 میشه به ریاکت به ویدیوهای قدیمی. دوست داشتین ببینین بازم ویدیوهای قدیمی واسه تون بیارم و بهشون ریاکت کنم و با هم دیگه نگاهشون کنیم. او گاد پلیز نو نو. نه سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو بهم بگین، همه چی رو بگین. در کل عاشقتونم، خودتون میدونین چقدر واسم مهمه و کلی دوستتون دارم و عاشقتونم. خدافظ.